درود به تمام عزیزانی که سر تا سر دنیا که زندگی میکنین، ایرانیایی که در اروپا هستین، در امریکا هستین، در ایران هستین، در هر جای دنیا هستین. امیدوارم که زندگی به کام شما باشه، امیدوارم که زندگی شما همیشه به خوشی و سلامتی باشه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس. از تو می طلبم ای پدر جان به نام پرجلال عیسی مسیح، برنامه من تحت کنترل حمایت خودت قرار بده خداوند. به قدوس هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده خداوند. و امروز قلبا رو آماده کن تا کلام خدا رو که میشنون خداوند عزیزم به قلبها بشینه، به آبیاری کنه خداوند. شکرت میکنم برای این لحظه. به برنامه ای من به دستای قدوست میسپرم ای خداوند به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، آمین. خواه عزیزان شمالی شما چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین. امیدوارم که این فصل زمستان هرچی که همه جا آبگیری شده و دیگه باران زیاده، ولی نعمت خداونده ما اینجا باران زیاد داشتیم، ولی خب چیکار بکنیم، نعمت خداونده که میباره برای ما. شکر میکنیم خدا رو که امسال دیگه فکر نکنم قطعی آب داشته باشیم، چون برای اینکه بارون زیاد اومد، بارندگی زیاد بود. اینجا در حدود یه ماست که بارندگی زیاده. به هر حال امیدوارم که هر جای دنیا هستین زندگی به کامتون باشه. بذار من شعر خودم رو بخونم که هر هفته یه شعر برای شما میخونم. البته اینم بگم که کارگردان عزیز ما یاسر جان ما رو کمک میکنه که روی ایر اومدیم با شما صحبت میکنیم. واقعا زحمت میکشن ایشون، دستشون در نکنه، به ممنونم ازشون. میگی ای پاک دلان بیایید خداوند را سرایید، نام عظیمش را با حمد و سرود خوانید. نام خداوند در عرش برین است، نام خداوند در جشنی عظیم است. با عود تسبیح آواز خوانید، چون او سرور او برترین است. عیسی کلامش الماس نگین است، عیسی خداوند تاج زمین است. عیسی به ما داد خون گرانش، از ماتم و غم بیرونمان کرد، تا در جهانی آزاد با او وصل جمالش با عود و شیپور. شادی به ما داد عیسی خداوند، گفتا بگیرید عطایای من، تا پیروز گردید بر دنیا و غم. با شادی و جشن بر این دو عالم گویم خداوند ما را نگه دار، با روی پاکت در این دو عالم گویم خداوند نامت سرایم، با حمد و تسبیح سرود خوانم. جلال باد بر نام خداوند عزیزم عیسی مسیح. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. میریم به صحبتهای کلگه با خودمون که ببینیم تو ایران چی خبره. همه که شما میدونین که 40 سال حکومت ایران، البته حکومت اسلامی ایران اومده، به امسال سال 40مه که یه شعر تا دیدم توی یه چیز میگفتن 40 است، ولی ایمان دارم که این 40 سال پایان کار این جمهوری اسلامیه، چون برای اینکه نه کار خوبی کردن در این 40 سال، نه نام نیکی از خودشون گذاشتن، نه بر ملت خودشون رحم کردن. آقای خمینی وقتی اومده بود به همه در قبرستان، البته من فکر کنم که برای آدمایی که مرده بودن در قبرستان صحبت میکرد، نه اون آدمای زنده ای که نشسته بودن اونجا. وعده‌هایی که به ما ملت ایران داده بود، بعد از اون میبینیم که تمام این وعده‌ها رو
زد زیرش و به مردم رو تهدید کرد که شماها رو اگه اسلام یک ذره اگه بدونیم در خطره، دستای همه رو میبریم، شما همه رو میکشیم. که همه شما فکر کنم تو این سایدای مجازی دیدین که این حرفا رو همیشه میزد. ولی ما ملت ایران باید اینقدر باهوش باشیم که 40 سال وقتی اینا با حرفای دروغشون با کلکاشون اومدن اینجا رو گرفتن، ایران رو تسخیر کردن، به با ملت ایران رو اسیر کردن، بایستی حالا دیگه ما واقعا باهوش باشیم و هوشیار باشیم و فهمیده باشیم که اینا جز حکومت اهریمنی چیز دیگری نیستن. باور بکن جز حکومت اهریمنی شیطانی اینا چیز دیگه نیستن. چون هیچ حکومت سکولار، هیچ حکومتی در دنیا نمیاد که این همه ظلم به ملت خودش بکنه. البته ونزوئلا هم داره این کار میکنن، ولی مردم ونزوئلا با آمدن یک قدم تا پیروزی به میدانا، به خیابانا میلیونی اومدن که امیدوارم همین روزا پیروز بشن و 100% مادرو رو میندازن بیرون. چون ملت وقتی اسیر باشه، ملتی گرسنه باشه، میگن مثلا هر 100 نفر 20 نفرشون از گرسنگی میمیرن، یا نمیدونم هر 100 نفر 35-36 نفر 50 نفرشون میخوان بیرون برن از. ولی حالا که همه اومدن بیرون، امیدواریم که حقشونو بگیرن و یه دولت آزاد بیاد که دیگه مثل این جمهوری اسلامی نباشه، که اونم مثل جمهوری اسلامیه، منتها اون سوسیالیستیه به قول خودش، این جمهوری اسلامیه، که هر دوتا توی یه ماین، هیچ فرقی نمی کنن. هر دوتا ظلم و ستم به مردمشون میکنن. 40 سال وقتی خمینی اومد پاریس یه چیزی صحبت کرد، اینجا یه چیزی صحبت کرد، توی قبرستان یه چیزی صحبت کرد، بعد رفت که تو جماران یه چیزی دیگه صحبت کرد. 40 سال ما فرهنگ ما ملت ایرانو خراب کرد. 40 سال فرهنگ ایرانی ها رو به هم زد. فرهنگی که شاید بگم سالهای سال، قرنهای قرن این فرهنگ مردم داشتن می کشیدن و فرهنگ ما زبان زده همه دنیا بود. وقتی سردر سازمان ملل سخنان کوروش می نویسن، بدونین که فرهنگ ما ببین چقدر بالا بوده که ما رو به این روز انداختن. شما نگاه بکنین، مثلا فکر بکنین همه اینا رو هم که میگیم، 40 سال اینا اومدن این همه زجر رو داغون کردن ما رو، باور بکنین فقط یک چیزه ملت عزیز ما باید خودشون بفهمن، اونم این حکومت دینیه. دین بر مردم غالب کردن، بر دین اسلحه کردن، دستشون گذاشتن شمشیر کردن و با این دین میزنن بر سر مردم. تمام فرهنگ ما رو این دین 1400 سال از بین برد، تمام فرهنگ ما رو نابود کرد، ایران رو نابود کرد. شما سخنان خمینی رو گوش بدین، سخنان حالای این خامنه اینا رو گوش بدین، بهترین چیز اینه که ملت ایران، بهترین چیز اینه که شما بیرون نیاین. اگر میخواین واقعا مخالف این رژیمین، بی اون روز 22 بهمن همه تو خوناتون بشینین، برای خودتون بخورین، بزنین، خوشی بکنین، بشینین، ولی همونجا بیرون نیاین. اگه میخواین تو دهنی به این جمهوری اسلامی بزنین، وقتی شما هیچ کدوم بیرون نیاین، معلوم میشه که اینا هیچ پایگاهی در بین مردم ندارن. ولی اگه ما میایم بیرون به خاطر اینکه تماشا بکنیم، همونم نشون میدن که ما طرفدار اینا هستیم، در صورتی که ما مخالفیم. وقتی مخالفیم چرا بایستی بریم توی خیابون ببینیم اینا رو؟ که مثلا
200 نفر آدم اومدن با فیلم برداری خودشون میکنن 2000 نفر. 2000 نفر اگه آدم آمده باشه با فیلم برداری خودشون میکنن 200000 نفر. میگم ملت سلحشور میلیونی اومدن بیرون. توربین از اینجا میگیرن میکشن میبرن تا مثلا شما فکر کنید تو این خیابون چقدر آدم اومده. تمام این فرهنگ ما اینه که این دین قضایی ضربه ای که فرهنگ ایرانی ها زد هیچ کدوم در این سالهای سال تا مغول به ایران نزد. مغول اومد حمله کرد همه رو داغون کرد. بریم یک کلیپ از آقای خمینی، سخنان آقای خمینی بشنویم ببینیم چه خبره. لاتینی که بعدها می آیند در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. اون اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشه؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه. ما فرض میکنیم که این سلطنت دیدین کلیپو دیدین میگه که پدران ما رأی دادن به ما هیچ ربطی نداره. الان نگاه بکن ما که رأی دادیم، الان اونایی که رأی دادن به جمهوری اسلامی به این جوانای ایران هم هیچ ربطی نداره. این جوانای ایران میان میتونن اعتراض بکنن، همینجوری که خمینی گفت میتونن بیان اعتراض بکنن بگن ما شما رو دیگه نمیخوایم. یه بار جمهوری اسلامی گفتن 98% باور بکن، الان 2% هم نمیگن جمهوری اسلامی رو میخواییم. حتی 2% هم نیستن اینا. شما نمیگه کنین 2% آدم 98% دارن حکومت میکنن. تمام سخنان اینا همینه. اینقدر دروغ اون 40 سال گفتن که دیگه مردم واقعا بیشترشون باور میکنن، فکر کنم این دروغا رو میگن همهشون حقیقته. در صورتی که اینا این 40 سال دروغ فقط نمیگن، اینا 1400 سال دارن دروغ میگن. این دین آوردن غالب کردن به ملت ایران، از او اولم میگن دروغ بگین. یه بند اسلامی هم روش میذارن میگن اون دروغ بگی اشکال نداره، مصلحت آمیزه، دروغ و مصلحت آمیز اشکال نداره. این همه اعدام میکنن، بین از همون کتاب میارن، چی داعش باشه چی القاعده باشه هر که باشه، همه از اون کتاب میارن میگن الله اکبر اعدام میکنن میکشن. 1400 ساله که فرهنگ ما رفته زیر این یوغ این اسلام و ما رو روز به روز عقب مونده تر داره میکنه. هرچی هم الان جوانای ما خیلی باسوادن، الان جوانای ما دیگه این اسلام هم قبول ندارن، ولی ضربه ای که اسلام به فرهنگ ایران زد هیچ چیزی در تمام تاریخ ایران به ما اینجوری ضربه نزد. مغول اومد حمله کرد خرابی به بار آورد، هر کسی حمله کرد خرابی به بار آورد، ولی اینجوری مثل اسلام نیومد که با فرهنگ ملت ایران رو نابود بکنه. برای روز یه نفر زنگ زد بود، یه جوون میگفت که توی خیابونای تهران مثلا هر خیابونی میری 3-4 تا خونایی هست که جوونا میرن اونجا هم مواد میکشن هم خونه فساد هم هست. دخترای 16 ساله 18 ساله همه اینا رو نابود کرده اصلا اونجا هستن. میری مثلا میگم ما میرفتیم اونجا پول میدادیم هم میکشیدیم هم اون فساد اون کارهای انجام میدادم. یعنی ببین چقدر این فرهنگ ما رو نابود کرده. باز به شما میگیم ملت عزیز،
این اسلام رو بشناسین، کتابش رو بخونین تا متوجه بشین که چی بلایی به سر ایرانی اومده. ولی ما انگار دوست نداریم که از واقعیت ها رو بشنویم، چون میدونی چیه مسئله این که اینقدر اینا داغون ما کردن، حتی ما انتقاد بکنیم از هم دیگر طاقت انتقاد کردن هم دیگر نداریم، غر میکنیم در جا. اگه شما از من انتقاد بکنیم من طاقت ندارم، غر میکنم میرم، یا من انتقاد بکنم غر میکنیم میره، فایده نداره. ما بایستی بشنویم که ببینیم مردم چی میگن. ببین هر وقتی یه نفر انتقاد میکنه گوش بده ببین انتقادش واقعا صالح هست یا نه. زود جبهه‌گری میکنیم با همدیگه، اصلا همدیگه رو به هیچ وجه قبول نداریم. این از کجا میاد؟ اینقدر ضدیت داریم با هم، انتقاد نمیتونیم بکنیم، ظاهرا با هم خوبیم ولی پشت سر تیشه به ریشه همدیگه میزنیم. اینا از کجا هست؟ اینا همه فرهنگ اسلامیه که 1400 سال بر ما غالب شده. چهارده قرن که این فرهنگ ما رو نابود کرده، چرا نمیخوایم بشناسیم؟ این حکومتی که الان اومده 40 سال، این نشون داده که در این 1400 سال همشون همین بودن، از اون خلافت اول بگیر تا حالا که اینا هستن همشون همینجوری بودن. ما فکر میکنیم که یک کدومش بهتر از اون یکی بود، نه، چون اون کتاب و مکتب به اینا همینجوری یاد میده، از اون مکتبی میان که میتونه تمام هر جا وارد شده تمام اون فرهنگ نابود کرده، هم خرابی هم کشتار به بار آورده، هم زیربنای فرهنگ یک کشور از بین برده. اسپانیا مثلا حمله کرده 700 سال اونجا بودن، عثمانی ها وقتی حمله کردن مسلمان ها 700 سال توی اسپانیا بودن، بعدن مردم اینا رو بیرون انداختن. الان نگاه بکنیم فرنگ اسپانیا الان اروپا چی شده، الان بیم فرنگ ما که بالاترین فرهنگ تمام دنیا بوده. البته من خودستایی نمی کنم برای ایران که آقا ما فرنگ ما از هم با حرف زیاد داریم، بله، چی باعث شده که ما حرف زیاد بزنیم؟ چی باعث شده که فرهنگ ما به اینجا برسه؟ همین مکتب، همین مکتبی که صبح تا شب میریم مرده پرستی میکنیم، صبح تا شب میریم دعا نویسی میکنیم. چقدر مرد دکتر وقتی میبینه یه نفر علاج نمیکنه میگه من یه آشنا دارم برو اونجا یه دعا برات بنویسه. یه آدم، یه دکتر همچین حرفی میزنه، بره دعا بمیسه بندازه تو آب نمیدونم سه قاشق بخوره بینی چی میشه. یه دکتر این مملکت وقتی میبینه علاج نمیتونه بکنه اونو همچی حرفی میزنه. ما به کجا رسیدیم؟ چقدر اینا فرهنگ ما رو نابود کردن. قضاوت های بیجا میکنیم، یه نفر تا میبینیم دو نفر همدیگره تا میتونیم توی ذهن ما قضاوت میکنیم. هزارنو وقتی میبینیم مثلا یه زن مرد اومده اونجا میگیم آه این مرد مثلا 50 سال و اون 30 ساله، این چطور این مرد الان با اون چه آدمیه واقعا. ولی بعدا میبینیم اون مثلا میگه برادر یا خوار او برادر چه اشتباه کرده بودم. ببین چقدر قضاوت ما از سری و سیر به اشتباه است. همینجوری تو این قضاوت میریم، به قضاوت ما هم که وقتی اشتباه کردیم میگیم آره بابا اینجوری نبود که من فکر میکردم. چرا ما باید اینجوری همیشه قضاوت بکنیم مردم هم دیگه رو؟ چرا باید حرفای هم دیگه رو گوش ندیم؟ چرا باید ظاهری باشیم همیشه؟ اینا همه ریشه در اسلام داره، چرا قبول نمی کنیم ما؟ شما نگاه بکنید 1400 سال قبل ما فرنگ ما کجا بود، الان این 14 قرن بین کجا هستیم؟ به خصوص در این 40 سالی که آقای خمینی اینا اومدن جمهوری اسلامی شده،
صبح تا شب دارن میدوزن، هر روز دارن میدوزن، بعدن میگن که ما زندانی سیاسی نداریم، ما نمیدونم اینجا آزادی کامله، هر کس میتونه هر حرفی دلش بخواد بزنه. برای کی دارن میگن؟ حتی دولتای دنیا اینا رو شناختن، بعد ما ملت هم اینا رو شناختیم. اینا ببینین جمهوری اسلامی ترکی که برداشته باور بکن در حال فروپاشیه. یه سرود بشنم این برگردیم به شما دوباره. بشر از عرش برین و از نزد پدر آمد به زمین با فتح و ظفر، گویید همه آن نخبه پسر فرزند خداست عیسی به یقین، منجی یه امم هم حافظ دین. چون بود جهان در مهنت و غم، در زیر گناه با رنج و الم، آمد به زمین منجی یه امم تا فدیه شود از راه کرم، بخشید حیات آن محی دین، فرزند خداست عیسی به یقین. نور ازلی گردی ایام در جسم مسیح آمد به جهان، پس شد گله را حامی و شبان، ره را بنمود بر این برگان، فرزند خداست عیسی به یقین، خلقت جداست آن محور دین، زین خلقت جداست آن محور دین، زین خلقت جداست آن محور دین. درود دوباره به ملت عزیز ایران. بله داشتیم میگفتیم این فرهنگ 2500 ساله، این فرهنگی که اینقدر ما رو بلند کرده بود و از نظر احساساتی از نظر همه چیز با هم خوب بودیم، ولی حالا همه چیز احساساتی فکر میکنیم، با عقل ما رجوع نمیکنیم. مثلا تظاهر میکنیم آن چیزی که نیستیم هستیم. من شاپور نوعی تظاهر میکنم فلان، مثلا نیستم اون چیزی که مردم میگن، ولی علیکی تظاهر میکنم که هستم. اینه، این فرهنگ ما رو 1400 سال زیر یوغ این دین کذایی رفته. ما اعلام کردن که 11 فوریه فراخوانی دادن که تمام ملت ایران به خاطر اعتراض به 22 بهمن
به جلوی فدرال بیلدینگ تظاهرات دارن. شما عزیزان میتونین 11 فبروری ساعت نمیدونم چند، شاید 4 باشه نمیدونم، میتونین اونجا باشین و بر علیه جمهوری اسلامی تظاهرات بکنین. بس 11 فبروری جلوی فدرال بیلدینگ، اینو همه تلویزیون ها اعلام کردن. بله، این دین اومد ما رو دروغگو، دروغ و گم مصلحت آمیز بگین، شخصیت ما رو خورد کرد. آن چیزی که نیستیم میگیم هستیم، آن چیزی که نمیدونیم دخالت میکنیم، نمیدونم قضاوت های بیجا میکنیم، همه کس رو زیر تیغ جراحی میبریم ولی خودمون رو نمیبینیم. میخوایم همیشه به هموطن ما خیانت بکنیم، همیشه میخوایم به رفیق ما خیانت بکنیم، زیر پای همدیگر خالی بکنیم. این فرهنگ از کجا اومده؟ این فرهنگی که تماما فرهنگ زشت و اهریمنیه، بجز 1400 سال اومده از این دین اومده، دیگه چیز دیگه نیست. شما نگاه بکنید، اگه این خیلی خوب بوده، عربستان سعودی که این فرهنگ از اونجا مرکزیت میاد به تمام دنیا، آقا اونجا کنسرت امریکایی، خانم امریکایی رفته اونجا کنسرت گذاشته، 200,000 نفر اونا رفتن اونجا، اونا الان این کار رو دارن میکنن. بعد ما چی میگن، کاسه داغتر از آشیم؟ چرا قبول نمی کنیم ما؟ یک از هموطنهای من، یه ذره به خودمون بیایم، یه ذره فکر بکنیم که این جمهوری اسلامی، این اسلام با ما چیکار کرد در این 1400 سال؟ چی بلایی سر ما آورد؟ چی ضربه ای به فرهنگ ما زد؟ یه ذره فکر بکنیم. من امروز میخوام از رومیان 3 از آیه 9 براتون بخونم. میگه هیچ کس نیکوکار نیست، اینو خدا میگه، میگه هیچ کس نیکوکار نیست. ما فکر میکنیم که من نوعی که همه اینقدر خوبی کردم، که در صورت که نیست. تایید دل خودم برم نگاه بکنم، خودم رو تفتیش بکنم، میبینم اون چیزی که خدا میخواد من نیستم. اون چیزی که خدا میخواد، اون چیزی که عیسی مسیح اومده بود پیاده کرد و تعلیم داد، ما ذره از اون نیستیم. میگه آنهایی که ادعای خداپرستی دارن باید بدانن که خدا آنها را بیشتر داوری میکند. این همیشه بدونن، اونایی که بخصوص اونایی که ادعای خداپرستی دارن زیر تیغی هستن که خداوند اونها را بیشتر نگاه میکنه. میگه خب چی نتیجه میگیریم؟ آیا ما همه از دیگران بهتریم؟ نه، به هیچ وجه، زیرا قبلا بیان کردیم که همه به طور یکسان گناهکارند. چی یهودی باشد، چی غیر یهودی باشد، کتاب آسمانی نیز در این باره میفرماید. فرقی نمیکنه، منی که الان شریعت دارم، همه ما گناهکاریم، ما که نمیتونیم تمام اون شریعت رو انجام بدیم. شریعت فقط به ما نشون میده که ما کجا گناه میکنیم، کجا گناه نمیکنیم. ببین شما الان میگین این همه شریعت، کی میتونه یک نفر آدم تمام شریعت به درستی انجام بده؟ ما که شریعت التازه انجام نمیدیم، که ما رفتیم الان مرده پرست شدیم، ما رفتیم نمیدونم چوب و گنبد و اینا رو میپرستیم، حتی خودمون به اون درجه پایین میاریم، سگ میشیم، میریم توی حرم یه جایی میگیم ما سگ فلان کس هستیم. این فرهنگ ما شده، اینقدر فرهنگ ما پایین اومده. ما فرهنگ ما اینجوری که نبودی که انسانی بودیم که با فرهنگ بالا، با شخصیت قضاوت علیکی نمی کردیم، راهنمایی می کردیم مردم رو، کمک می کردیم. میگه هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. هیچ کس برای خدا نرفته، چون همه ما انحراف داریم میریم. مرده پرستی جایی نیست که منو به خدا برسونه، یا برم
دعا نویسه، ببینم بگم برای من دعا بنویس. دعا نویسی منو به خدا نمیرسونه. اینا همه اعمال شیطانیه. کسی واقعا طالب اون نبوده، یعنی کسی طالب خدای واقعی نیست، همه به این عراف دارن میرن، همه از روی از او رو برگردانیدن، از خدا همه رو برگردانده، همه دارن میرن شیطان پرست میشن، نمیدونم کارهای گناهالود شیری نمیرن اونو کار میکنن، دعا نویسی دارن میکنن، مرده پرستی داریم میکنیم، چوب و چلک میپرستیم، خودمونو حیوان میکنیم برای اون، میگیم سگ اینیم سگ اونیم. اینا همه از این فرنگ میاد که این به ما یاد داده 1400 سال. حتی خداوند میگه که من شما رو شبیه خودم آفریدم. چجوری من میگم من سگ یک دونه مرده هستم؟ آقا یه ذره فکر نمی کنم که این یعنی چی؟ خدایی که میگه آفریده تمام جهان، میگه من خودم شما رو به شکل خودم آفریدم، بعد میگم من سگ نمیدونم فلان مرده هستم، سگ بسیار مرده هستم. میگه حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد. سخنان ایشان کثیف و متعفن است. شما سخنان این آخوندار رو نگاه بکنین، حقیقتا متعفن است یا نه؟ ببین چقدر دروغ میگن اینا، ببین چی فرهنگی به ما یاد دادن اینا. همچون بوی تعفنی که از قبر به مشام میرسد، زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند. ببین تمامی حکومت مردان اومدن فقط ما رو فریب بدن، صبح تا شب فریبکاری، دغلکاری، دروغ گفتن، چپاول کردن، کشتن، دزدیدن. سخنانشان همچون نیش مار کشنده است. صبح ببینی آدمایی که یه نفر اعتراض میکنن میگیرن اینا رو میبرن، ببینید با چی الفاظی به اینا فوش و نمیدونم رکیک میدن به اینا، چقدر فوشای ناموسی و بیتربیتی. و این فرنگ از کجا اومده؟ همین فرنگ 1400 سال است که اومده تو زبان ما، تو دهن ما افتاده. بلا ما این فرنگ نداشتیم. دهانشان پر از لعنت و تلخی است. عوضی که برکت بدن همیشه لعنت دارن میکنن. خداوند میگه دشمن تو براش دعای خیر بکن، نه لعنت. چون خدا میخواد که زبان ما به خوبی بیرون بیاد، به برکت بیرون بیاد، نه به لعنت بیرون بیاد. پایشان برای خون ریختن شتابان است. شما الان میبینین اینا حکومت مردان صبح تا شب تشنه خون ملت شدن، فقط میخوان بگیرن بکشن به خاطر که با قدرت خودشون حفظ بکنن، بدزدن. ببین مؤسسات دیدی باز میکنن، همشون دروغگو هستن، میگن ورشکست میشه، این مؤسسه رو باز میکنن، پول مردم میخورن، ورشکست میشن، او یکی مؤسسه رو باز میکنن. همینجوری میخوان به مردم کلک بزنن، دروغ بگن. میگه به هر جا برسند پریشانی و ویرانی به جا میگذارند. شما میبینین این جمهوری اسلامی یمن رفته اونجا رو پریشان و ویران کرده، سوریه رفته ویران کرده، فلسطین رفته داغون کرده، لبنان رفته داغون کرده، توی که هر کشوری که پا میذاره این حکومت اونجا رو نابود میکنه. از آرامش الهی نصیبی ندارن. اصلا آرامش معنی نداره برای اینا. خون ریزی و خشونت فقط بلدن. احترام و ترس خدا جایی در قلبشان ندارن. خدا خدا میگن، ولی واقعا خدا در قلبشان جایی نداره. همه رو دروغ دارن میگن. بنابراین خدا
خدا نیز خیلی شدیدتر اینا رو داوری بمیگه مجازات خواهد کرد. اونایی که اینقدر خدا خدا میزنن، اونایی که الان میگن ما معلمین دینی هستیم زیر ذربین خدان، خداوند اینا رو بیشتر مجازات میکنه. این زندگی چی هست؟ مگه بغیر از 70 سال، 80 سال، 100 سال هست؟ شما دوتا قبر رو در نظر بگیرین، دوتا قبر خالی رو. ثروتمندی با تریلیارد تریلیارد پول میره تو همون قبر، اون فقیر بدبخت هم که 1 دلار نداره اونم میره تو همون قبر. پس چرا برای چی اینقدر میخوایم ریشه همدیگه رو بزنیم؟ برای چی میخوایم اینقدر همدیگه رو بکشیم، داغون بکنیم؟ برای چی؟ برای 80 سال 90 سال عمر، برای 70 سال عمر، برای عمری که 1 ساعت بعدش من نمیدونم آیا زنده هستم یا مرده. داریم همدیگه رو میخوریم. فرهنگ ما رو این دین نابود کرده، ما رو به یک جا رسونده که اصلا صحبت داریم میکنیم یا تمام الفاظ بد از دهن ما بیرون میاد، لعنت داره بیرون میاد. ایشان میباید به جای اینکه مرتکب چنین گناهانی شوند، دستورات و احکام خدا را به جا آورند. به همین علت هیچ یک از ایشان نخواهند توانست برای بی ایمانی و گناهان خود عذر بهانه بیاورند. وقتی در مقابل خدا هستی چی میتونی بگی؟ چه عذر بهانه ای میخوای بیاری؟ تو که این همه جنایت کردی، تو که این همه بدی کردی به این مردم، چی میخوای بگی در مقابل این خدای پاک و عظیم و خدای معبد؟ چی میخوای بگی؟ در حقیقت تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر مطلق مقصر و محکومند. همه ای ما محکومیم و بقید به فیض عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا بکنیم. بلا ما چی خوبی میتونیم از خودمون داشته باشیم؟ بگیم چی خوبی کردم من؟ در صورتی میتونم پیش خدا پاک باشم که خون عیسی مسیح رو قبول کرده باشم که خون عیسی مسیح برای گناهان من به روی زمین ریخت. امروز هموطن من به خونی که عیسی مسیح روی صلیب ریخت، روی زمین ریخت و روی صلیب را به خاطر گناهان من تو مرد، امروز به این خدا ایمان بیار تا با فیضش بتونی نجات پیدا بکنی. فقط فیض عیسی مسیح که ما رو جلو میبره، فقط فیض عیسی مسیح که در مقابل این خدای محبت، این خدایی که میخوای در مقابلش باشی محاکمه بشی، فقط فیض خداونده که تو از محاکمه بیرون بری که دیگه پیش خدا محاکمه نشی. چند هزار بار گفتم، باز میگم، وقتی خواب دیدم که در مقابل خدا هستم در پر از نور، گناهانی که خدا به من نشون داد فقط خداوند خون عیسی مسیح رو بلند کرد ریخت روی گناهان من، گفت به خون عیسی مسیح بخشیده شدین. امروز همه شما میتونیم به خون عیسی مسیح بخشیده بشین. فقط ایمان به عیسی مسیح میتونه شما رو نجات بده. از این فرهنگ بیایم بیرون، از این لعنت 1400 سال بیایم بیرون. بیایم در پاکی زندگی بکنیم، بیایم همدیگه رو دوست داشته باشیم، بیایم همدیگه رو محبت بکنیم اونطوری که خدا ما رو محبت میکنه. بیایم همدیگه رو بلند بکنیم، نه زیر پای همدیگه رو خالی بکنیم. در آخر میگه پس ملاحظه میکنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمیتواند رضایت خدا را حاصل میکند. در واقع هرچی بیشتر شریعت را بدانیم بیشتر پی میبریم که آن را زیر پا گذارده ایم. شریعت فقط چشمان ما را باز میکند تا گناهان خود را ببینیم. امروز بگوی عیسی مسیح خداوند، امروز من به تو ایمان میارم، گناه های منو اعتراف میکنم، به ایمان دارم که تو به خاطر خون، به خاطر گناهان من خون تو ریختی و روی صلیب رفتی، مردی و بعد از 3 روز زنده شدی
تا منو پیش خداوند با خدا آشتی بدی و گناهان منو پاک کنی. امروز عیسی مسیح رو به قلبت وارد بکن تا از این گناهان، تا از این فرنگ 1400 ساله بیایم بیرون. عربستان به اون چنینی کنسرت میذاره برای مردمش، خواننده از امریکا میاره. اونا فهمیدن که این فرنگ باید عوض بشه. ما بردی رفتیم فرنگ 1400 ساله رو گرفتیم، خمینی و با خامنه‌ای میگه که اینا میخوان ما رو از اون فرنگ 1400 ساله بیارن بیرون، ما میخوایم برگردیم به اون فرنگ 1400 ساله. شما که اینقدر ادعا میکنین که با سوادین، روشن فکرین، ما نمیخوایم روشن فکری شما رو. همین که خمینی دا میگه، میگفت، میگم ما رو باید بریم اون حکومت 1400 ساله گذشته رو اجرا بکنیم. امروز به خودت بیا، یک قدم تا پیروزی داری، یک قدم بذار بیرون، میلیونی آدم بیاییم بیرون تا حقیقتاً بدونین که 2% به شما دارن حکمرانی میکنن، به اینا حالی بکنین که ما 98% هستیم، ما این که تعیین میکنیم که حکومت چی باید باشه. بس بیایم بیرون، میلیون ها آدم بیایم بیرون تا حقیقتا پیروز میشین و خدا دستش با شماست. شما رو به خداوند میسپرم. تا هفته دیگر پیروز و سربلند باشید. و دوباره میگم که 11 فوریه یادتون نده که نره که جلوی فدرال بردینگ همه ما اونجا میریم تا اعتراض ما رو جانیان ببینن بر علیه حکومت اسلامی. موفق و پیروز باشین. تا هفته دیگه بدرود. تا درودی دیگر. مرسی که به ما گوش دادید. یاسر جان با مایی؟ خدا نگهدارتون باشه. مرسی.